همونطوری که در بیرون بعضی مسلمانن، بعضی ها در جامعه اسلامی به حسب شهروندی به سر میبرن ولی غیر مسلمانن و بعضی ها منافقن، ما هم در درونمون یه امتی هستیم، جمعیت فراوانی در درون ما هست که کافر ظاهرا نداریم ولی منافق داریم و هرچه آسیب میبینیم از همین اعضا و شؤون منافق ماست. انسان تا خودش نشناسه و شؤونش نشناسه راه برای تحصیل تقوا، پرهیزکاری و وارستگی، تهذیب، تزکیه اینا نیست. ما اگر بخواهیم خودمون رو اصلاح بکنیم باید همه این شؤون رو بشناسیم، یک اون مؤمنان خالص رو بشناسیم، دو اون منافقان رو هم بشناسیم، سه با منافقان درگیر بشیم و اونها رو اصلاح کنیم، چهار تا اون نیروهای مؤمن سالم بمونه، پنج در فضای بیرون کافر داریم ولی در فضای درون کافر نداریم که علنا با روح ما درگیر باشن ولی منافق داریم. ما تا هر روز این قوایمون و شؤونمون و ابزار کارمون و مجاری ادراکی و تحریکی درون و بیرونمون رو عرضه نکنیم و پیشگاه اون عقل کامل ارائه نکنیم، اوضاع منافقانه در درون ما راه پیدا میکنه. هر چه آسیب میبینیم از همین عقل